من اینجا چی کار میکنم؟ اصلا تو اومدی منو بکشی، میخوای ازم انتقام بگیری؟ تو چطور تونستی؟ تو همه ی زندگیمو نابود کردی عوضی. حالا بگو مگه چه بدی در حقت کردم؟ بیا با هم حرف بزنیم. خفه شو، نمیخوام یک کلمه هم ازت بشنوم. امروز فقط تو گوش میدی. حسد تو اینی نزله رو ببر اونوار، اگه شلیک بشه چی ها؟ چرا ازش میترسی؟ تو به عمو جون گفته بودی که من تهدیدت کردم و میکشمت، درسته مگه نه؟ حالا میخوام دروغ تو تبدیل به واقعیت کنم. حسد تو الان خیلی عصبانی هستی، برو خونه، بعدا در این مورد با هم حرف میزنیم. باشه؟ تو امروز خفه میشی و فقط من حرف میزنم. من این همه دوستت داشتم، اونم بیشتر از هر کسی، ولی تو با هم چی کار کردی؟ خیانت به من؟ بگو مگه چی برات کم گذاشتم؟ اصلا تو میخوای واقعیتو بشنوی؟ آره بس خوب گوش کن، من یکی دیگر رو دوست دارم و باهاش عقد کردم. اون وقت دانیالم میخواست با هم ازدواج کنه، تو بگو من چی کار کنم؟ آه حرف بزن با تو. چون منو زندگیمو به بازی گرفتی، با احساساتم بازی کردی. احساسات ببین، من اون وقت هر کاری که به نظرم درست بود انجام دادم. لطفا منو ببخش احساسات، تو هیچی از عشق نمیدونی. اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ لنتی حالم از خودم به هم میخوره، به خاطر اینکه من احمق ساده عاشق دختری مثل تو شدم. من اصلا نفهمیدم که تو از اون اول داشتی منو بازی میدادی و ازش لذت میبردی. حسد باور کن هیچ وقت دوستت نداشتم، نمیدونستم اینو چطوری بهت بگم. آخه من چه کار میکردم؟ مهرون من کسا نمیتونم تو رو نفرین کنم، چون که این دل دیگه دیوون است، حاصل نیست واقعیت رو قبول کنه که اون حرف همش دروغ بوده، یه دروغ بزرگ. برو مهرو، از اینجا برو. تو هر جا که بری امیدوارم که خوشبخت بشی، اما یه چیزی رو هیچ وقت فراموش نکن، تو این دنیا یه نفر هست که تا آخرین لحظه عمرش تو رو واقعا دوست داره. خوشبخت بشی حاج آقا، دیگه وقت خداحافظی با دخترتونه. خوب دخترم، عزیز دلم، خوشبخت بشی عزیزم. خداوند همه ی خوشیای دنیا رو نصیبت کنه. الهی آمین. بیا. خب پسرم، انشالله به سلامت بری. همیشه خوشحال باشی، زنده باشی.
برو عزیزم. آره بفرمایید. بفرمایید پسرم. خوشبخت بشین. برین به سلامت. بیا مهرو بیا. اینم از اتاقت. چی شده؟ به چی فکر میکنی؟ آخه چرا خونتون انقدر ساکت و آرومه؟ به نظر نمیرسه که خونه ی عروسه و عروس اومده اینجا. منظورم اینه که خونوادت کجا؟ یعنی اونا نمیخوان تو خوشحالیمون شریک بشن؟ مهرو من ازت یه واقعیتو پنهون کردم. چه واقعیتی؟ این که من هیچ خانواده‌ای ندارم. پدر مادرم فوت کردن و من تنها فرزندشون بودم. من اصلا هیچ خواهری ندارم. شاهنواز تو چرا واقعیت به این بزرگی رو ازم پنهون کردی؟ من هیچ کسو ندارم. تو چرا خودتو تنها حس میکنی؟ از این به بعد من پیشتم، کنارت میمونم به عنوان همسرت. من خیلی خوشحالم الان یکی اومده که عضوی از این خانواده شده. تو حتما خیلی خسته شدی، حالا استراحت کن. یعنی چی؟ آخه چرا خسته باشم؟ من که مریض نیستم. خدا نکنه، ولی من خیلی نگرانم. تو اینجا هیچ کاری نمی کنی، فقط استراحت می کنی و می خوری و می خوابی. حتی الان میرم برات یه غذای خوب می خرم و می خرم. شاهنواز من اصلا گرسنه نیستم. نه نه نه، هر دو با هم می خوریم. چرا شاهنواز واقعیت به این بزرگی رو ازم پنهون کرده؟ اگه پدر و مادرش زنده نیستن، پس چرا این موضوع به این مهمی و تا الان بهم نگفته بود؟ نکنه شاهنواز چیز دیگه ایم ازم پنهون کرده باشه؟ شاهنواز؟ شاهنواز؟ بله خانم. شاهنواز کجاست؟ داخل هستند. امین کی اومده؟ خانم؟ تو مهروی نه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ من که مهروام. شما هم لبنا هستین؟ ره خواهر شوهر دو. تو اینجا چی کار میکنی؟ دختری پر رو، من ازت سوال پرسیدم، اینجا چه غلطی میکنی؟ من اینجا چی کار میکنم؟ اینجا خونه ی منه. خونه ی تو؟ این چرندی یا چیه که میگی؟ سرکار خانم ببخشید، تو اومدی وارد خونه ی من شدی و اجازه نمیدم بهت که با هم اینجوری حرف بزنی، فهمیدی؟ چی گفتی؟ ببین دختر جون، من فقط به یه دلیل مراعاتتو میکنم، چون خواهر شوهر دعا هستی. حالا به هم بگو اینجا چی کار داری؟ تو عقلت سر جاشه؟ چی داری واسه خودت میگی؟ اینجا خونه ی منه، نه خونه ی تو. با اجازه یکی وارد خونه ی من شدی؟ من نه، بلکه شما عقلتون از دست دادین. از همون اول مغرور و گستاخ بودین، الانم که خیلی راحت دارین با این رفتار به هم بی احترامی میکنین. خونه ی مردم اومدین و میگین اینجا خونه ی شماست؟ دیگه داری منو عصبانی میکنی. زود باش به هم بگو تو خونه من چه غلطی میکنی؟ تو انگار حرف منو نمیفهمی نه؟ اینجا خونه منه، نه خونه تو. فکر کنم تو عقلتو از دست دادی. نکنه شوهرت تو رو از خونه پرت کرده بیرون.
مثل این کرپه حساب حالید نمیشه. شاهنواز، شاهنواز کجایی؟ به به، خیلی جالب شد. شما از کجا شاهنواز رو میشناسی؟ خیلی دوست دارم جواب تو بشنوم.